سلام بچه ها، چطورین؟ خب من تصمیم گرفتم ویدیوی بعدیم توی یکی از کافه های رشت باشه، یعنی کافه‌ای که دوستم اونجا کار میکنه و تو فضای خارج از خونه باشه. واسه همین تصمیم گرفتم که وسایل رو جمع کنم و تمام مراحل رو شما هم با من همراه باشید. تو قالب یک ولاگ با من ببینید که رکورد یک ویدیو آموزشی چه مراحلی داره. خب اول برای اینکه بریم خارج از خونه، وسایل رو باید جمع کنم، بذارم داخل کیف، مرتب کنم، لپتاپ بذارم سر جاش تو کیف، زیپش رو ببندم، طبیعتاً رم دوربین رو جا بزنم، دوربین رو بذارم سر جاش تو کیف، آماده، میکروفون هم بذارم کنارش، میکروفون از قبل شارژ داشت، اینا همه رو چک کردم. خب دیگه برای بیرون رفتن چی نیاز داریم؟ به سپایه نیاز داریم، سپایه رو میبندم خیلی شیک، میذارم رو صندلی کنار بقیه وسایل. من معمولا اینجوری هم که همه رو میذارم کنار هم تا چیزی جا نمونه و یادم نره. فکر نکنم دیگه چیز نیاز باشه. لپتاپ، سپایه و دوربین کنار هم، اوکی دیگه. خب برای اینکه بریم بیرون نیاز به یک لباس گرم دارم، چون داره بیرون بارون میاد. البته این لباسی که برداشتم اونقدر گرم نیست ولی اوکیه، یه ذره گرم میکنه. خب ساعت رو بنازم دستم، ساعت شارژ نداره. این ساعت های هوشمند واقعا بدن، هیچ وقت شارژ نداره، هر وقت که نیاز داری باید بزنی شارژ. خب مشکلی نیست، میزنیم شارژ. اون ساعتمو برمیدارم، میندازم دستم، وسایل رو میچنم داخل ماشین، میچینم داخل ماشین و استارت میزنم که بریم به سمت کافه. شما فقط بارون و هوا رو ببین، خیلی هوا خوبه ولی یه ذره درد سر ایجاد کردم. جلوتر با هم دیگه میبینیم چه مشکلایی پیش اومد. خب تو مسیر به سمت کافه حرکت میکنیم، یه ذره ترافیک بود، یه چند دقیقه طول کشید. البته کافه و خونمون نزدیک به هم، ولی خب بازم یه ذره طول کشید. سلام، کلا رو گذاشتم بارون موهامو خیس نکنه، اونجا تو ویدیو بد نباشه. یکم ترافیک، یکم دیگه میرسیم. خب اینجا بازم چراغ قرمز، چند تا چراغ قرمز پشت هم موندیم، سبز شد، به سمت کافه. خب اینجا کوچه ای که انتهاش در واقع همون جاییه که کافه هست، ولی به شدت شلوغ بود، خیلی شلوغ بود، اصلا جای پارک نبود و من مجبور شدم سه دور کامل بچرخم، چون یه طرف هست دیگه نمیشد بیام عقب. البته یه طرفی که نبود، ماشینا برعکس پارک بودن، ولی نمیدونم نمیشد اومد عقب. خلاصه با هر مشغله ماشین رو پارک کردم و ببینید وسایلم به چه روزی افتاد. همشون خیس شد، ماشین رو پارک، و من باید مسیر 100 متری رو پیاده برم و مجبور شدم چتر رو از ماشین با هر مشکلی که بود بردارم و به سمت کافه حرکت کنم. واقعا سخت بود، خیلی استرس داره وقتی تجهیزات تو دستت، بارون بیاد و منم به شدت روی وسایلم حساسم. به هر حال به سمت کافه رفتم و بالاخره رسیدم آسانسور و اوف، خیلی سخت بود، بدترین روز ممکن رو انتخاب کردم واسه بلاگ. چرا؟ خب رفتم تو فضای بالکن، این هم بوستیه که بهتون گفتم. اینجا یه فضای بالکن داره، ساعت خوبی انتخاب کردم چون هیچ مشتری دیگه ای نبود و یک فضای بالکن داشتم برای رکورد ویدیو. دوربین رو گذاشتم رو سپایه، کادر رو تنظیم کردم، وسایل رو چیدم، میکروفون رو روشن کردم تا همه چیز آماده باشه، چند تا بشکن برای اینکه ببینم آیا صدا داره و میکروفون رو با هم دیگه سینک هستن یا نه. لپتاپ رو گذاشتم سر جاش، اونجا هم که منو دارید می‌بینید از سوی دوربین و شروع کردم به رکورد محتوا. محتوا رو وقتی می‌خوای بدون از فضایی که همیشه رکورد می‌کنی رکورد کنی، یه ذره سخت دقیقا با چالش‌های زیادی روبرو می‌شی. اینو داشته باشید. همینجا هم ما یه چالش سخت رو برخورد کردیم که در ادامه ویدیو با هم دیگه می‌بینیم که بعد از این همه مدت ویدیو رکورد کردن بازم یه مشکلای این مدلی پیش میاد. اینجا یه گنجشک رفت داخل کافه و منم گفتم فیلمش رو بگیرم براتون بذارم، خیلی باحال بود. ببینید اینجا آزادش کرد، من خیلی حال کردم. اینا فضای کافه، از کافه خوشگلیه که روزای بارونی واقعا حس خیلی خوبی داره، ولی این صدای بارون به شدت اذیت کرد. خلاصه با هر مشکلی بود پست رکورد شد و به سمت خونه حرکت میکنیم تا تدوینش کنیم. میشینیم داخل ماشین، بارون واقعا شدید بود، خیلی اذیت کرد، ولی به هر حال رشت و به این بارونای یهویش. خب شروع کردیم به برگشت، مسیر برگشت ذره روونتر بود واسه همین سریعتر رسیدیم. ذره ماشین بازی کنیم، خیلی صدا باحال میشه وقتی سرعت فیلم رو میبری بالا. خب رسیدم خونه، وسایل گذاشتم سر جاش، همه چیز رو مرتب بالات قبل برگردوندم، دوباره گذاشتم داخل کمد، ساعت هم که شارژ شد اوکی، چند ساعت بیرون بودیم.
و شروع کردم به تمیز کردن وسایل، چون بارون خورده بود، خیس شده بود و من به شدت حساسم روی وسایل، باید همه چیز تمیز و مرتب باشه، البته جز کمدم. کمدم همیشه شلوغه. اینا رو بذارم سر جاش. الان کمدو میبینید اینا. نمیدونم چرا ولی اینجوری راحت‌ترم باش. نمیتونم مرتب کنم. کیفا باید همینجوری رو هم باشه. خب یه چای بخورم. بارون یه ذره هوا سرده، واقعا بعد از یه چند ساعت کار کردن چایی میچسبه. نشستم و یه چایی خوردم و حنا داشت فیلم میدید. یه چند دقیقه نشستم فیلم رو دیدم باهاش و بعدش اومدم تو اتاق، شروع کردم به کپی کردن رم داخل لپتاپ. اول ریختم داخل، البته نریختم داخل لپتاپ، بس کردم اون فایل نرم افزارشو که اسکرین رکورد کرده بودم و ریختم داخل رم که همه رو بریزم داخل سیستم، چون من با سیستم تدریب میکنم. و اینجا کندم رم و سیستم رو روشن کردم، شروع کردم به کپی کردن داخل سیستم. نمیدونم چرا کلا با لپتاپ اوکی نیستم، مانیتور سیستم بزرگه، خیلی تدوین بیشتر حال میده. و اینجا فایل ها همه چیز مرتب و پریمیر رو باز کردم تا فایل ها رو ایمپورت کنم داخلش و نشستم شروع کردم به تدوین. میکروفون رکورد نکرد. میکروفون رود به دوربین وصل بود، بعد دوربین با صدای خودش گرفت، نمیدونم چرا، فقط الان صدای مک چیز رو دارم، لپتاپ رو دارم، صدای خوبی میگیره. ولی خب خیلی اطرافشون شلوغ بود، بارونم میومد، خیلی صدای اطراف زیاده و باید ببینم که چقدر میتونم درستش کنم. حیف، نمیدونم چرا رکورد نکرد. تدوینش تموم شد تقریبا، صدا خوب شد، بد نیست، باید کاورش هم بزنم، بعدش رندر بگیرم. پست اسلایدیه، دو اسلاید شد داخل اینستا میذارم. سایزشم 10x13x50 بستم، سایز خوب شد، رنگ و نورش رو دادم، اوکی شد و تدوینش اوکی شد. صدا اون حس خوبی رو که باید بهم بده نداد، ولی خب قابل قبوله دیگه. زیرش آهنگ گذاشتم، آهنگ خالی گذاشتم دیگه، تا حدی که میشد درستش کردم، با خود پریمیر درستش کردم و خوب شد. اما خب صدای بارون چون خیلی زیاد بود یه ذره سخت بود، حتی فکر کنم اگه میکروفون هم کار میکرد صدای بارون خیلی زیاد بود اذیت میکرد. به هر حال تموم شد، کاورش هم بزنم، با منم را باشید باز. خب اینجا شروع کردم برای ادامه کار، رفتم سراغ طراحی کاور. کاور رو درست کردم، یه عکس از توی ویدیو انتخاب کردم، همونو تبدیلش کردم به کاور و انجام دادم و رندر گرفتم، جفت گذاشتم داخل مدیا انکودر و تموم. اینم از این ویدیو تموم شد و تمام مراحلش رو سعی کردم بهتون نشون بدم و فقط یکی از ویدیو بود. البته این ویدیو خب یه ذره سخت‌تر بود چون رفتیم بیرون، اینا بیشتر طول کشید، ولی خب مراحل کار همیشه به این صورته. امیدوارم دوست داشته باشید. اگه دوست داشتید تو کامنت‌ها بنویسید که ولاگای بیشتری بذارم تو حالا موضوعات دیگه، این فقط مثلا برای پست بود، چیزای دیگه هم اگه پیشنهاد بدید تو کامنت ها استقبال میکنم و اگه دوست داشتید حتما نظرتون رو بهم بگید. فدا.